سلام سلام به شما عزیزان، هر کجا که هستید، در کجای ایران و جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید شالنگی هستم، از واشنگتن اندکی بارانی همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. وضعیت زندانیان سیاسی، زندانیان به طور کلی در جمهوری اسلامی مورد اعتراض سازمان عفو بین الملل قرار گرفته است. بی‌توجهی به نیازهای اولیه بهداشتی در ایام شیوع کرونا. آن سوتر صدور احکام اعدام برای معترضان در تظاهرات آبان ماه. انگیزه، علت آن و هدف جمهوری اسلامی از این اقدام. سخنان بسیار در عرصه سیاسی ایران، منطقه و جهان. همچنان درباره توافق پنهانی، مقدمات توافق پنهانی میان تهران و پکن و آنچه که علی خامنه ای رهبر حکومت برآمده از انقلاب در ارتباط با عیده قربان گفته است. اظهارات آیت الله علی خامنه ای درباره عید قربان به مناسبت عید قربان. با من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر. برای نخستین بار در دور تازه تفسیر خبر سرکار خانم گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری، فعال در عرصه حقوق بشر و حقوق زندانیان و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره. خانم پورفاضل برای شما عزیزان چهره آشنا هستند و خواهند. و آنسوی دوربین آقای علیرضا نوریزاده همچنان در خانه نشینی به حکم کرونا در لندن. همونطور که اشاره کردم برای شما عزیزان، بسیاری از شما عزیزان خانم پورفاضل چهره بسیار آشنایی هستند. دفاع ایشون طی بیش از 2 دهه از زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر در تاریخ معاصر حقوقی ایران جایگاه بسیار مهمی دارند. خود ایشون چند بار بازداشت شدند، از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره بودند. بیوگرافی ایشون طولانی تر از وقت تفسیر خبر هست. خوشحال هستیم که با ما هستند. به اتفاق شما عزیزان خوش آمد میگیم به سرکار خانم گیتی پورفاضل. سلام به شما. درود بر شما و درود بر مهمان عزیزتون. و آقای نوریزاده سلام به شما، که میدونم من هم که در دوره دانشکده حقوق هم کلاس هم بودید شما با خانم پورفاضل اگر اشتباه نکنم. خوش آمد. درود بر شما. ما هم کلاس نبودیم، بهشون خوش آمد میگم، ولی ایشون افتخار داده بودن به من در مجله امید ایران صفحه حقوقی رو ایشون می نوشتن و چه مقالات درخشانی در اون زمان که اول بگیر و به بندها بود و اعدامها و این بانوی شجاع می نوشتند و ما مفتخر بودیم. درود می فرستم بهشون، به همه بینندگان تفسیر خبر، البته به ارباب کلاغای چالنگی، به ویژه در خانه پدری. بله، به هر حال نشریه امید ایران، بله اون رو هم من به عنوان همکلاسی آوردم یا همراهی و همکاری. به هر حال خوشحال شدم از این تصحیحی که کرد. به اتفاق شما به تهران میریم و اولین پرسش خانم پورفاضل عزیز درباره این احکام صادره است، احکام اعدام 3 جوان ایرانی در تهران و 5 جوان در اصفهان. اینا ناشی از چی هست خانم پورفاضل؟ چه همچین احکامی؟ متاسفانه در بسیاری از موارد مجازات هایی که تعیین میشه با نوع جرم هماهنگی نداره، در حالی که جرم و مجازات باید هماهنگی های از نظر قانونی داشته باشه. البته من پرونده این عزیزان رو که دسترسی بهش نداشتم، ولی به هر حال به عنوان یک معترض و به عنوان اینی که عقیده دیگری دارن در مورد
کشورداری نباید چنین مجازات های سنگینی از طرف قوه قضاییه صادر بشه برای این عزیزان، برای این جوان ها. خب البته ما در جامعه زندگی می کنیم که آزادی اندیشه، آزادی بیان و انتشار نیست و بسیاری به خاطر همین مسائل روانه زندان میشن و زندان های ما پره. اگر که آزادی و دموکراسی در یک جامعه وجود داشته باشه، هرگز کسی به خاطر انتشار اندیشه‌اش و یا نوشتارش راهی زندان نمیشه. اگر که اعتراضی هم هست، باید اعتراض رو رسیدگی بکنن و اگر که احساس میکنن جرمی مرتکب شده، واقعا اون جرم باید آشکارا گفته بشه و مردم بدونن که آیا این مجازاتی که تعیین شده با جرمی که اعلان شده اینها هماهنگی با هم دارن یا ندارن. بله، نکته بسیار مهمی است که البته برخی از وکلای جوانان نازنین هم گفتن که اونها هم دسترسی به پرونده این افراد بازداشت شده و محکوم شده ندارن. خب این تازه نیست در جمهوری اسلامی. و نگاه شما آقای نوری‌زاده به این مسئله و این موضوع احکام صادره اعدام؟ ببینید آقای چالنگی، رژیم جمهوری اسلامی گفت از اون اول معمار این دیوار کج نهاد، از اون ابتدا اینا شروع کردن آدم کشی و این آدم کشی 41 سال ادامه داره. این زندان های پر، من یادم نمیره زندان دکتر بختیار روزی که گفت دیگه یه زندانی سیاسی نباید باشه، درهای زندان باز شد. اون 700-800 نفری که آخرین ها بودن، حتی آدمی که فردی را اره کرده بود به اسم این که اون مخالفش افسر شاه بوده، همه اینا اومدن بیرون، یک زندانی سیاسی هم نمون. و دکتر مدنی گفت ما زندانان رو ورزشگاه بکن، ولی دو سه ماه نگذشته زندانان رو پر کردن و زندان پشت زندان ساختن. هیچ کشوری در دنیا با نسبت جمعیت به اندازه ایران زندانی نداره و این همه زندانی، حالا یه عده مجرمن بله، ولی چرا جرم باید در کشور انقدر زیاد بشه؟ تو خیابون دو تا جوون هفتیر میکشن همدیگر رو میکشن، مگه به تگزاس قرن گذشته برگشتیم؟ ببینید در کشور اینا مدعیان قوی ترین سیستم امنیتی رو دارن. بله، برای اینکه اگه یه نفر یه امضا کرد برای آقای خامنه‌ای بگیرنش، نوری‌زاد رو بندازن زندان به اون وضع بندازن. اما اسرائیلی‌ها میان میزنن، نتنز رو میزنن، ترشت رو میسوزونن، اون یکی رو آتیش میزنن، این توی سوریه تو سرشون میزنن میکشنشون، این خیالش. اون وقت ماکت مقوایی از ناو امریکایی درست میکنن، با موشک میزنن. ما از زیر زمین موشک آوردیم بیرون، مثل که خیلی کار مهمی کردن. اینا دو تا از این سریال های امریکایی رو ببینن، ببینن چقدر موشک از زیر دریا میارن بیرون، زیر زمین جای خود. و یک رژیمی که تمام اساس و پایش دروغ، فریبکاری. امروز آقای پناهیان رو دیدم، حرفش آقای علیرضا پناهیان میگه روز بعثت پیامبر، پیامبر مژده خمینی رو داد. اون یکی موقع به دنیا آمدن میگه یا علی، پیغمبرم گفته خمینی. آقا این رژیم دیگه مخالف نمیتونه داشته باشی. بنده ناف به آسمون امام زمان وصله. این جوشی که برای عاشورا میزنن به خاطر این، اینا دکونشون اینه. هزار سال دروغ گفتن به مردم، الان هم دروغ میگن و بچه های نازنین ما رو میزن زندان. واقعا آتیش میگیرم تو این گرما، توی این کرونا. نرگس رو میبینم تفلک اونجور توی زندان، اونای دیگه هم اینطور. واقعا متاسف، واقعا متاسف. بله، و یکی از همه جمعه هم به تازگی که گفته که تمام اختیارات پیامبر رو امامان دارن و امامان منتقل کردن اختیارات رو به نایب خودشون که آیت الله خمینی بود، بعدن آقای خامنه ای، و نمایندگان نایب امام هم امام های جمعه هستن. بنابراین طبق همین حساب بسیار ساده، این امام جمعه گفته که همه اختیارات پیامبر اسلام رو امام جمعه های ایران هم دارن. این آیا من نمیدونم از نظر کسانی که علمای اسلامی هم از سنی و شیعه و بقیه نامیده میشه، این کفر حساب میشه نمیشه، چه هست، یا فقط همونی هست که سلمان رشدی مثلا گفت یا بقیه گفتن،
یا مثلا آقای آقاجری رو متهم کردن و حتی حکم اعدام صادر کردن که گفت در اسلام روحانیت ما نداریم و بقیه صحبت رو. به زندان ها برگردیم. اما خانم پورفاضل ببینید، خانواده های پنج محکوم به اعدام در اصفهان رو هم تهدید کردن. گزارش های منتشر شده خانواده های آقای قلعه شاروخی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری و هادی کیانی تهدید کردن این افراد رو. مدیر سازمان حقوق بشر در اوزلو اعلام کرده، آقای احمدی مقدم، در یک مصاحبه تلویزیونی. و همینطور دیدیم خانواده بختیاری رو، پدر منوچهر بختیاری در زندان، پویا بختیاری، پدر پویا بختیاری و بقیه. و از طرف دیگه سازمان عفو بین الملل هم اعلام کرده که وضعیت کرونا و بیماری ها در زندان بسیار بسیار وخیم است و جمهوری اسلامی اطلاعات رو در این مورد پنهان کرده. از شما میشنویم وضعیت زندانیان و این تهدید خانواده ها رو. ببینید، تهدید خانواده ها که دقیقا خلاف قانونه. ما متاسفانه رعایت همون قوانینی که مجلسمون تصویب کرده و داره اجرا میشه هم نمیشه. حتی خلاف قانون اساسی هم میبینیم که تا چه اندازه زیاد رفتار میشه. در زندانهای ما با وجود کرونا و با وضعیتی که بهداری اونجا داره، کمبود دارو، به هر حال کمبود دسترسی از نظر بهداشتی زندانیان نسبت به بیماری هایی که دارن، بیماری هایی که میگیرن، و الان کرونا هم که دیگه واقعا مزید بر علت شده، چون اونجا اگر که یک مشکلی از نظر زندانی، بیماری داشته باشه، بیماری قلبی داشته باشه یا به هر حال به هر ترتیبی که وضعیت جسمیش به هم بخوره، آنچنان وضعیت درستی نیست و ناگزیر هستن که به خارج از زندان منتقل کنن به یکی از بیمارستان‌ها. ولی امروز اونچه که خیلی همه رو مشوش کرده مسئله کرونا و میزان دسترسی زندانیان به وضعیت بهداشتی و دارو به خصوص. آیا این دارویی که باید اونها مصرف بکنن در زندانها الان وجود دارن؟ چون من زمانی آمدم بیرون که هنوز کرونا شایع نشده بود، اواخر آبان ماه بود، ولی الان واقعا نگران هستم که در بعضی از زندانها به خصوص، حالا اگر به شما بگم که زندان اوین از همه زندانها بهتره شاید تعجب بکنید، ولی دوستان دیگری که در زندانهای دیگری بازداشت شدن و اونجا به سر میبرن، اونها اکثرا میگن که وضعیت ما خیلی بهتر از زمانی است که مثلا در اوین بازداشت. به هر حال ما همه ایرانی هستیم، حالا چه موافق این رژیم باشیم چه نباشیم، ولی از نظر انسانی ما باید نگاه بکنیم ببینیم که انسانی که گرفتار یک بیماری میشه و خانوادهش چقدر مشوش میشن به خاطر مسئله او و به خاطر عدم دسترسی او به دارو و اون لوازم بهداشتی، خب این واقعا نقض حقوق انسانی است، نقض حقوق شهروندی است، چه زندانی باشیم چه نباشیم. به هر حال هر کسی دارای اون حقوق شهروندی هست و باید از اون بتونه استفاده کنه. حالا زندانی ها هم حقوقی دارن که مطابق قانون احسا شده و باید رفتار بشه با اون، و اگر که فراتر از اون بره، یعنی واقعا مورد ضرب و شتم قرار بگیرن یا مورد اهانت لفظی قرار بگیرن، ما همه خلاف قانون و نباید این چنین چیزهایی رو ما در جامعه ما ببینیم. خب متاسفانه ما الان یک جامعه کاملا به هم ریخته ای داریم که در هیچ موردی نمیتونیم با چیزی و با ملاک اون رو قیاس کنیم. بله آقای نوریزاده، همونطور که استاد شهریار بزرگ گفته بود راجبه امام اول شیعیان که ترور شد، که چطور از زبان ایشون گفته شده که به فرزندانشون که رفتار کنن با قاتل ایشون، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. خانم پورفاضل اشاره کردن که چه حالا موافق رژیم چه غیر موافق، خب حکومت باید، هر حکومتی باید همچی دیدی داشته باشه، که این حکومت در واقع نداره، یک دایره بسته خودی داره. آقای میر سیافی وقتی میپرسه
آقای خامنه‌ای شما اینقدر فلسطین فلسطین میکنین، ما هم فرزندان شما مثلا به حساب میان، خب میگیرن و میکشن زیر مشت و لگد در زندان امید عزیز رو که شما در جریان هستین، همچنان که آخرین لحظات شما همه در جریان بودید. تفسیر شما رو میشنم، این همه خشونت، این همه اعمال خشونت در یه همچین نظامی، در یه همچین نظامی که خودشو معرفی میکنه به عنوان نماینده خداوند بر زمین، اینها چه هست؟ زندانی ها در چونه برزمین آقای... ما آقای چالنگی قدیما یادشونه تو روزنامه ها دوتا عکس شاب میکردن، یه عکس بود یه مردی یا خانومی یه بینی بزرگ داشت، یه چشایی برگلوم میده، یه عکس بغلش خیلی زیبا قبل از عمل بعد از عمل، اینو زیر معلوم بود، مثلا میگو بنده رفتم پیش آقای دکتر فلان با عمل جراحی قیافم به این خوشگلی شد. ما در جمهوری اسلامی یه دگرگیسی وارونه داریم، یعنی ما یه مذهب شیعه داریم قبل از خمینی و سال 57، یه مذهب شیعه بعد از خمینی، یه حضرت علی داریم که همای رحمت بود، اون کارا رو میکرد، اون حرفا رو میزد. بعد از انقلاب ما یه حضرت علی داریم که 700 تا از مردان یهود بنی قریظه رو یه شبه گردن میزن و همینطوری فقط سر میبره. یک قبیله ای رو که برگشتن از اسلام همه مردش رو میخواد میکشه، زنا رو هم میاره بفروشه که یک آدم خیری میاد پول میده نمیذاره. خب ما دو تا علی داریم، دو تا مذهب شیعه داریم، دو تا امام زمان داریم، دو تا حسین داریم. بنابراین خمینی یه بدعت گذاری بود، مثل اون قادریا در پاکستان، احمدیا، خمینی هم یه مذهب تازه بود. بنابراین این مذهب اسم شیعه نیست، مذهب خمینی. تو این مذهب علی میکشه، میدره، دادگاهی وجود نداره، دادستان جلاد رژیم، وکیل مدافع معنی نداره. خانم پروفازل یادشه اول انقلاب اصلا وکلا رو به رسمیت نمیشناختن، الان هم مجبور شدن به خاطر سازمان حقوق جهانی و حقوق بشر و غیره ناچارن یه ادا درارن. اونتا دکور سید علی خامنه ای قبول نداره قوانین مدنی رو. بیچاره رضا شاه، بیچاره داور، اومدن قضا رو نجات دادن، دستگاه قضایی رو نجات دادن، عدس آخونده کشتن بیرون. خمینی اگه یادتون باشه دو تا حکمون اول داد، یکی تلویزیون بود که قدسادر رو فرستاد که البته پدر قدسادر رو در بود، یکی هم دادگستری بهشتی رو فرستاد. یعنی خمینی از اول می آموزش پرورش هم سومی بود. این سه دستگاه رو که گرفت که هرچی دلش میخواد تحریف کنه، دروغ بگه، تلویزیون، دستگاه قضا رو از تحصیل کرده ها، قضات، از خانم پورفاضل، از اینا بگیره بده دست آخونده. و همین هم که داریم میبینیم، یکیشون میشه منصوری که از بالای هتلش توی رومانی میزنش پایین، اون یکی در دادگاه آقای تبری داره محاکمه میشه، لواسون رو پشت قباله من میکنن، یه مش دزد و آدم کش رو بگیر، این هم زندگیشونه. حالا موافق رژیم یا مخالف رژیم، رژیم چیزی نذاشته که آدم موافقش باشه، اصلاحات رو به دست خودش خفه کرد. بنابراین چی آدم بگه؟ خانم پورفاضل در این میون همچنان گروهی از امضا کنندگان بیانیه‌های 14 نفره در زندان هستن و زیر فشارهای مختلف. چند روز پیش همسر گرامی آقای محمد نوریزاد مهمان تفسیر خبر بود و از وضعیت ناگواری که ایشون داره و همینطور آقای هاشم خواستار و بقیه، آخرین خبرها رو درباره وضعیت اونها از شما میشنویم و احکامی که درباره این افراد صادر شده و از جمله خود شما که در بازداشت بود. عرض کنم خدمتتون که کمتر از 6 سال نبوده هیچ کدوم از احکامی که صادر شده. بیانیه اول که آقای نوریزاد و سایر عزیزان بودن که بیشترشون الان تو زندان هستن هنوز و فقط برخی از آنها با وثیقه آزاد شدن، در مورد بیانیه دوم هم که خانم ها بودیم، 7 نفر از خانم ها گرفتار شدن، دستگیر شدن و برای هر کدوم از ما 6 سال زندانی بریدن. منتها ما که سابقه کیفری چون نداشتیم، قانون خودش یه تخفیفهایی رو قائل شده، بنابراین
به 4 سال و 2 ماه تقلیل پیدا کرد و وقتی که کرونا آمد و گفتن که هر کس که زیر 5 سال حکم گرفته میتونه معاف بشه، یعنی مورد عفو قرار بگیره، همه فکر کردیم که شاید شامل حال زندانی های سیاسی هم میشه، ولی متاسفانه بعدا متوجه شدیم که خیر، این اصلا زندانی های سیاسی مشمولش نمیشن. به هر حال همه ما الان با وثیقه آزاد هستیم، خانم سپهری هم همینطور، بنده، خانم انتصاری، خانم منصوری، همه با وثیقه فعلا آزاد هستیم تا ببینیم که شب آبستن از تا چه زاید سحر، نمیدونیم بالاخره کار جا خواهد. صدا است که وجود داره در جامعه، این صدایی است که خیلی ها هم خانه ازش. آقای محمد حسین سپهری هم گفته شده که وضعیت خوبی ندارن، خواهر گرامیشون فاطمه سپهری، خانم فاطمه سپهری در گفتگویی که در تفسیر خبر داشتن اشاره کردن. خانم پورفاضل در این چون صحبت بیانیه است، شما یکی از مواردی که خواسته شده در بیانیه های 14 نفره برگزاری همه پرسی است برای نوع حکومت، واقعا نگرانی حکومتی که مدعی هست اکثریت مطلق مردم یعنی با اون هست، با این حکومت هست و نماینده خداوند بر زمین هست و همه این صحبت هایی که میکنه، نگرانی شاید چه؟ خب یک کم پرسی همونطور که آیت الله خمینی هم گفت، نسل قدیم گفتن جمهوری اسلامی، نسل جوان مثل علی خردگرا و بقیه خواستار همه پرسی هستن، شما هم در بیانیتون مطرح کردید یا با این نظام مخالفن، چرا نمیکنید؟ ما در بیانیه فقط یه پیشنهاد داده بودیم و وقتی هم از من پرسیدن گفتم والا پیشنهاد دادن اصلا جرم نیست، شما ممکن الان به من پیشنهاد بکنید که اصلا من دیگه کار وکالت نکنم، یا من به شما پیشنهاد میکنم که شما این کارتون رو ترک بکنید استعفا بکنید، این از نظر قانونی جرم نیست. شما میتونید بگید که من استعفا نمی کنم یا نه استعفا میکنم. به هر حال یکی از به اصطلاح چیزهای خیلی خیلی مهمی که بر ما بار شد همین مسئله بود که شما حق نداشتید چنین پیشنهاد دید. گفتیم ما والا در قانون چیزی ندیدیم که اگر بخوایم چنین پیشنهاد بدیم باید مورد مجازات قرار بگیریم، چون در قانون چنین مورد نشد. به هر حال شما از دو دیدگاه باید نگاه کنید موضوع رو، یکی از نظر سیاسی و یکی از نظر اجتماعی. خب از نظر سیاسی شما الان دارید میبینید که سیستم ما به هر حال پشتوانه هایی داره که این پشتوانه ها کشورهای شرقی هستن، مثل روسیه، مثل چین، و خب مردم دو دسته هستن، گروهی هستن که پذیرفتن این پشتیبانی سیاسی رو و گروه هایی هستن که اصلا نپذیرفتن این پشتیبانی رو، چون معتقد هستن که پیامدهایی داره. به خصوص حالا من اگر که فرصتی باشه اشاره کنم به قرارداد 25 ساله حتما. که قرار هست با چین ادامه خواهیم داد و حتما به این نکته خواهیم رسید. و اما خانم پورفاضل اشاره کرد که ما پیشنهاد دادیم و به ما گفتن چرا پیشنهاد دادیم و این جرم محسوب میشه از نظر حکومت، یعنی عملا من گفتم متخصص نیستم ولی عملا آیه قرآنی رو هم نادیده گرفتن که فبشر عباد الذین یستمعون القول، و بشارت بده که همه اقوال و قولها رو میشنون و بهترین رو ادامه به اصطلاح پیروی میکنن. این رو که من نباید به ملایان شیعه حاکم در ایران بگم، بنابراین چرا پیشنهاد دادی یعنی نقض آیه صریح کتاب آسمانی مسلمانان. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. میهمانان برنامه آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن، خانم گیتی پورفاضل در تهران. به تلویزیون اشاره شد، همینجا یادآوری کنم یا خبر بدم که متاسفانه یکی از بنیانگذاران تلویزیون آقای مصطفی گلاور در لس آنجلس درگذشت، کارگردان، برنامه ساز و از بنیانگذاران سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، و شاعر مصطفی عزیز، مصطفی گلاور گرامی، اهل اصفهان، صاحب استودیوی دوبلاژ در تهران که بسیاری از فیلم های پیش از انقلاب توسط استودیوی آقای گلاور دوبله شده بود. تسلیتی برای همه عزیزان در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران پیش از انقلاب
و خانواده گرامی گلاور عزیز رادیو تلویزیونی که به مصادره انقلاب درآمد. تا لحظاتی دیگر آنچه آیت الله علی خامنه ای گفت، توافق پنهان میان تهران و پکن و خبرهای دیگر. آقای نوری‌زاده، آقای خامنه‌ای آمده و باز پیام داده به مناسبت عید قربان و از یه طرف ما می‌بینیم مراسم حج امسال با دقت در عربستان زادگاه اسلام برگزار شد با توجه به کرونا، ولی در ایران همچنان پافشاری برای گسترده برگزار کردن عاشورا هست. آقای خامنه‌ای از جمله گفتی که کارا رو نباید دولت بکنه، خود مردم باید این پیامدها رو برسن و رفع کنن، در صورتی که در همین آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان دولت به کمک مردم اومده برای از نظر نقلی حتی. این یکی. و دو هم باز همون داستانهایی که با آمریکا ما نمیخوایم رابطه با اروپا هم که فلان است و بقیه ماجرا، این مجموعه رو شما چطور میبینید و تفسیر میکنید؟ شما آقای شالنگی تاریخ رو بردادین، تاریخ 10 سال پیش رو بگذارید، همین حرف رو، سید علی خامنه ای دشمن دشمن دشمن، یه 40-50 تا دشمن، حالا یه دشمن تازه هم پیدا شده. این دشمن تازه تحریف کنندگان هم و از اهل بیت، یعنی فائزه رفسنجانی میگه اگه من بودم الان سفارت آمریکا رو باز میکردم. این شد دشمن و بقیه هم دشمن، هم مصطفی تاجزاده، الباقی آقایونی که میگن ما خطا کردیم، ما نباید از دیوار سفارت بالا میرفتیم، ما باید از آمریکا پوزش بخوایم، مثل صادق زیبا کلام نباید رو پرچم آمریکا بدیم، نباید آتیش بزنیم. البته استاد ذوب شده در سید علی میاد تو تلویزیون میگه بریم پرچم رو آتیش بزنیم، آمریکایی‌ها رو تشویق کنید، ما پرچم آتیش میزنیم اونا هم بزنن. ببینید انقدر این حرفای آقای خامنه‌ای برای من رنجاور بود و مایوس کننده. آدم 81 ساله به قول قدیم پاد لب گور، آیا فکر نمی کنی که از خودت یک صفحه خاطره خوش بگذاری، از خودت یک اقدام مؤثر که بگی این تو تاریخ ماندگار شد؟ آیا باید فقط از شما آدمکشی، جنایت و لطمه زدن به ایران بمونه؟ آقای خامنه‌ای دوباره با آمریکا گفت، همه این ادبیات همیشگی ایشون خوب هست. اولا من اینو بگم، آقای خامنه‌ای حال نداره، حالش خوب نیست، شایعرم نمیگم، دقیق دارم میگم، میدونم ایشون دچار حمله قلبی شده بود هفته پیش، بعد از دیدار با آقای مصطفی کاظمی تمام دیدارها ایشون لغو شد. این سخنرانی هم که کردن ضبط شده، از مدت ها پیش بوده، یعنی چون هیچ چیز تازه توش نبوده که دقت کنید. مسئله عزاداری عاشورا هم که یک ماه تو ایران مطرحه که چه بکنیم چه نکنیم. وزیر بهداشت میاد میگه آقا ما با مقام معظم هم صحبت کردیم، مقام معظم هم گفتن رعایت کنید را. بعد مقام معظم میفرمان، من گفتم با شکوه، منظور اینه که کسی دچار آسیب نشه، بریم مثلا گروه های سرود در معابر را بندازیم. گروه های سرود، سینه زنی رو میگه گروه های سرود، تعزیه خونی رو میگه گروه های سرود، اسما رو هم عوض کردن. یعنی واقعا ما باید قبل از انقلاب بعد از انقلاب فقط دلارمون نشده 25,000 تومان، خیابانمون خیابان شاهمون نشده خیابان خمینی یا جمهوری. آقای خامنه ای هیچ چیز تازه ای نگفت، هیچ چیز تازه. در مورد سنت خیانتبار با چین هم ایشون به تجاهل العارفین برگزار کرد و در مورد روسا هم همینطور، فروش دریای مازندران به روسا و فرزندان اتحاد جماهیر شوروی سابق از سهم ما، و حالا هم که دماوند رو هم دارن غارت. آقای چالنگی، این ماجرای دماوند رو نباید نادیده گرفت، این مسئله بسیار مهمیه. دماوند رو دارن میفروشن، اومدن یک اندازه گذاشتن که قله از 4500 متری شروع میشه، در حالی که آخرین پناهگاه در 4000 متری. این دماوند هم همونطور که گفتین نمیشه دماوند به این عظمت رو نادیده گرفت. ما البته خود شما حتما در برنامه پنجره رو به خانه پدری صحبت کردیم، ما مهمان داشتیم آقای
بله دکتر بقایی عظیم، حتما حتما این موضوع پیگیری باید بشه از طرف همه ایرانیان قطعا، دماوندی که در حال فروشه. ولی آقای نوری‌زاده یک مقدار بی‌انصافی هم کردید از بابت اینکه یک کار خوبی از خودش باقی نمیذاره آقای خامنه‌ای. چرا؟ داغو بسیار داره، دست کم در دایره حکومتی همه اینهایی که میلیاردها دلار بردن، به هر حال خاطره خوبی از آیت الله خامنه‌ای خواهند داشت و کسان این افراد. صحبت توافق با چین شد خانم پورفاضل، این توافق رو اگر واقعا در جهت مساله ملی هست، در جهت مردم و ملت و کشور هست، خب چرا نمیان جزئیاتش رو مطرح کنن؟ هرچند خیلی ها هم بدون هیچ سند و مدرکی آمدن و گفتن این توافق از اساس وجود نداره. حالا که چرا؟ خود مسئولان جمهوری اسلامی گفتن و بازی دیپلماتیک نیست به یک معنی. تفسیر شما رو میشنوید. شما در تاریخ هیچ قراردادی دیدین که بین یک کشور ضعیف و یک کشور قوی بسته بشه و منافع اون کشور ضعیف حفظ بشه؟ من که در تاریخ ندیدم. الان اونچه که در جامعه ما مطرح هست و در فضای مجازی هم خیلی راجع بهش پرداختن، این قرارداد 25 ساله بین تهران و پکن رو با قرارداد ترکمنچای مقایسه میکنن. به نظر من مقایسه مرفارقیه، به خاطر اینکه قرارداد ترکمنچای زمانی بسته شد که ما 10 سال جنگ داشتیم با روسیه و به هر حال در بعد از اهدامی گلستان وقتی که گفتن که ما باید جهاد علیه کفار بدیم، یکی از همین آقایون مؤممین مثل که در همون زمان که من الان اسمش یادم نیست گفته بودن که ما باید جهاد بدیم علیه کفار و بیچاره عباس میرزا هم در یه شرایط قرار گرفت ناگزیر. به هر حال جنگ شروع شد و به خاطر شکستی که ما در اون جنگ خوردیم اهدامی ترکمنچای بسته شد بین ایران و روسیه. خب ما بخشی از سرزمینمون رو از دست دادیم، 17 شهر قفقاز رو از دست دادیم، اون رو ما نمیتونیم با این قرارداد مقایسه کنیم، چون به هر حال وقتی در یه جنگی یک کشوری شکست میخوره اون قراردادی که بهش تحمیل میشه همین شبیه همین قراردادهای ترکمنچای و امثال اون خواهد. ولی این قراردادی است که دو تا کشور با هم نشستن، سیاستمدارانشون یا حالا برخی که در این جریان دستی داشتن، حالا همه نه، ولی خب به هر حال تعدادی که در این جریان دست داشتن، این پیشنویس رو نوشتن که بعدها به صورت قرارداد این رو امضا بکنن و اجرا بکنن. این قرارداد 25 ساله رو باید با قرارداد 1919 زمان صدارت اعظمی آقای بوسوق‌الدوله مقایسه بکنیم، چون در اون زمان هم به هر حال ما یک کشوری بودیم بسیار بسیار وضعیت نابسامانی داشتیم که با انگلستان اینها قراردادی بستن و در اون قرارداد نصرالدوله فیروز بود و آقای بوسوق‌الدوله و آقای سزیای طباطبایی که اون زمان روزنامه‌نگار بودن و به هر حال گاهگاهی راجع به این جلسات یه چیزهایی در روزنامه می‌نوشتن که مردم زیاد اونها رو جدی تلقی نمی‌کردن و بعداً متوجه شدن که وقتی این قرارداد بسته شد و خواست اجرا بشه تازه مردم متوجه شدن که عجب قراردادیه، تمام کشور ایران در واقع میشه تیول انگلستان، برای که در تمام مسائل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی دخالت داره و فردا مستشاراش و همه به هر حال کشور رو قبضه خواهند کرد. و با توجه به تاریخ 300-400 سال اخیر ما که ما میبینیم که چه رقابت‌های سیاسی هم بین انگلستان و روسیه همیشه بوده و ما هم بچه المصالحه اینا قرار گرفتیم، به هر حال نمیخوام زیاد طولانی شروع. ما قرارداد 1907 رو داریم که روسیه و انگلستان آمدن بدون که اصلا ایران خبر داشته باشن، آمدن بین خودشون تقسیم کردن ایران رو، فقط یه اون مرکز ایران یه خط باریکی گذاشتن که دولت به اصطلاح تهران و اطرافش، و بعدم به اون هم اکتفا نکردن، در 1915 آمدن اصلا بلکوت یه خط گذاشتن وسط ایران، شمال رو دیول روس‌ها شد و جنوب هم به انگلستان داده شد. و وقتی هم که به قراردادها اعتراض شد، اتابک اعظم اعتراض کرد به قرارداد، او رو تبعیدش کردن، عزلش کردن و تبعیدش کردن تو راه قوم هم که داشت میرفت
که اونجا تبعیدگاهش باشه با یه گوله خلاصش کردن. منظور این است که کشورهایی که به هر حال همتراز ما هستن و نمیتونن با ابرقدرت‌ها موازنه برقرار بکنن، چنین قراردادهایی معمولا میبندن، به خصوص وقتی وضع اقتصادیشون خیلی خیلی ضعیف میشه، اینجور قراردادها رو میبندن تا با سرمایه گذاری اون ابرقدرت در این کشور بتونه زیرساختها رو دو مرتبه درست بکنه یا ترمیم بکنه، به هوای اینکه به نفع ما خواهد بود که این زیرساختهای فرسوده دو مرتبه بازسازی بشه و درست بشه. خب ما میایم دست یک کشور بزرگی رو مثل چین در تمام شئون زندگی خودمون باز میکنیم، یعنی در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، غذایی، هر چی که شما فکرشو بکنید. فردا مستشاران اینا خواهند آمد اینجا و به هر حال دیگه اگر همین حرفی هم که الان من و شما داریم میزنیم، لابد اون موقع هم اجازه نخواهیم داشتش که حتی دیگه حرف زده بشه در هیچ موردی، و ما نگران همین هستیم که اون چین میگذره فردا در ایران هم به همون صورت. و البته خب در ایران چین و ماچین که میگن شاید بشه الان تعبیر که به اوضاعی که در ایرانه که دست کمی که نداره در مواردی به مراتب پیشتر از چین هست، در سرکوب و کشتن و اعدام ها و بگیر و به بند ها در موارد بسیاری. وثوق دوله من بارها گفتم دست کم این حرف رو زد، حالا راست یا درست نادرست، نیت من این بوده که ایران عقب مونده رو ببندم به ترک بریتانیای پیش رفته و از این صحبت هایی که کرد که البته در استیزاش هم برای اولین بار در فضای سیاسی ایران محمد مصدق، دکتر مصدق رو با عنوان مفسد فعل از این اصطلاحی که وارد فضای سیاسی ایران شد در استیزای وثوق الدوله. آقای نوری‌زاده نگاه شما رو میشنویم و این مواضع علیه آمریکا رو یادآور همون خانم پورفاضل اشاره کردن، توافق ترکمنچای که فتحعلی شاه میرفت بالای میز و منبر و هرچی که بود که شمشیر مینایی که شیر از بیشه بگریز از زنم، بر فرق پسکوویچ که فرمانده نیروهای روس بود که دود از پتر برخیزد، که به هر حال اون شمشیر در موزه مسکو هست، در اونجا هست. شما نگاه شما رو جوی هستیم به این توافق، این مخالفت های همچنان ضد آمریکا و غرب و چنین و چنان. آقای چالنگی، ناصرالدین شاه یه نامه داره به کامران میرزا نایب سلطنه پسرش، موقعی که سید شیرازی علیه تنباکو اون اعلامیه رو میده، قرارداد روژی، و ناصرالدین شاه میگه به این آقا بگو علمای همون نجف و کربلا اومدن اون اطلاعیه رو دادن و فتحعلی‌شاه بیچاره رو تحت فشار قرار دادن و ما رو به اون مصیبت ترکمنچای گرفتار کردن، حالا حضرت عالی لطفا دست بردارید، ما دوباره توان نداریم بریم با دنیا بجنگ. و بعدم میگه درست آقا در مسائل فقهی علمن، ولی نجاری چیزی نمیدونن، دولت هم ما بهتر بلدیم اداره کنیم تا ایشون. حالا داستان ما هم اینه، وقتی روزخون میشه ولایت مدار، وقتی روزخونی که 10 تومن میگرفته 5 تومن منبر میرفته عاشورا، میلیاردها ثروت کشور دستش میفته و میتونه چمدون دلار بفرسته برای حسن نصرالله که بره آدم بکشه، دستمزد بده بهش بابت کشتن رفیق حریری و بزرگان لبنان، خب این یه آدم متوجه نیست، درکشو نداره، حوزه دیده ایشون دماغشه و ذریع امام رضا، چیز دیگر رو درک نمی کنه. این آدم وطن رو می فروشه مثل آب خوردن، چون چینی ها دارن بهش اعتماد میدن که آقا ما مراقبتیم. روسا قبلا گفتن ما فرش رو می دازیم آقا مشتبه بیاد روش بشینه، همون حرفی که روسا به فتحعلی شاه دادن برای عباس میرزا و فرزندان این آقای پوتین با آقای جواد وزیر امور خارجه محترم به ایشونم. ولی حالا چینی ها قصه دیگری شده، اینا به روسا زیاد مطمئن نیستن، چون میدونن روسا تای قضیه مساله عالیهشون فوق جمعی مساله، صدام و فروختن و وقت شوروی بودن،
قذافی رو فروختن وقتی روسیه شدن، بنابراین نمیشه بهشون اعتماد. ولی چینیا چون الان با آمریکا درگیرن، خب میتونن دوستان خوبی باشن، میتونن کرسی آقا مشتبه رو تضمین کنن. پس بریم قرارداد ببندیم، مملکت هم بدیم دستشون. مهمی خود ما که رفتیم زیر خاک، آقا مشتبه رو هم چینی ها میشونن، ماشاءالله 50 سال دیگه هم هست، حالا تا حضرت کی ظهور کنه. این نوع برداشت و تفکری که مملکت رو به باد میده، کما که همون وقت آخونده اومده بودن و به فتلیش ها میگفتن برو به جنگ، لشکر امام زمان پشت دروازه. الان هم داستان همینه. آقای خامنه ای دلش خوشه که سپاه موشک زده به ماکت مقوایی ناو آمریکایی، دلش خوشه، داغونش کرد. آقای حاجی زاده ای که باید محاکمه بشه به جرم قتل مسافران پرواز اوکراین، این آدم با پررویی و وقاحت میاد میگه بله ما از زیر زمین موشک میریم بیرون میفرستیم، هیچ کی تو دنیا این کارو نکرد. بنابراین آقای چالنگی باید ملت ما ملتمون نباید سکوت کنه، نباید کوتاه بیاد، ملت ما باید جلوی خیانت رو بگیره. باز هم میگویم خیانت با چین خیانت بزرگیست، جلوی این باید گرفته بشه. خیانت عظماست، جلوی خیانت فروش دماوند باید گرفته بشه، جلوی خیانت فروش دریای مازندران باید گرفته بشه. وطن ما با چند تا ترکمانچای 19-19 روبروست، باید جلوی را گرفته بشه. آقای نوری‌زاده به کرسی مشتبه اشاره کردید که چینی ها بسازن. چینی ها خب ظاهرن آقای خامنه ای نمیدونی چینی ها هیچ چیز با دوامی جز همین ویروس کرونا که بسیار با دوامه نساختن تا به حال. کرسی مشتبه رو چطور بسازن؟ آقای چالنگی مهر که دارن میسازن، تربت امام حسین که دارن میسازن، انواع و اقسام چیزایی که مورد احتیاج آقایونه میسازن، خب کرسی هم میسازن، کاری نداره. الان مبل استیل میسازن، آفتاب هم که میسازن. رکن اساسی فقه حوزوی. به هر حال خانم پورفاضل بفرمایید که ببینید این شعار نادرسته در واقع انقلابی که نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، نادرست از این بابت که ارتباط داشتن با شرق و غرب نشون دهنده وابستگی نیست. بسیاری از کشورها الان هستن چون این وضعیتی دارن و خود ایران پیش از انقلاب هم داشت میرفت به همچین تعادل و توازنی در روابط با کشورهای بلوک شوروی و آمریکا به هر حال، و بسیاری از جهان چون این رفتاری داره، با چینی ها رابطه دارن، با آمریکا دارن، با همه دارن. ظاهرا به نظر میرسن تنها در مورد ایران هست و کره شمالی که داستان دیگری است. ایران هست که الان یک مرتبه یک چرخش یا به گفته خودشون نگاه به شرق هست. این آیا حتی مغایر همون حرفای آیت الله خمینی نیست یا اساسا این نگاه به شرق در دراز مدت پیامدهاش در خود درون حکومت چی؟ مشکلاتی نداره مخالفانی؟ پندارهای ما با واقعیت‌های سیاسی بسیار متفاوته. پایه‌های سیاست رو بر اساس پندار خودمون نمی‌تونیم بریزیم. در سیاست نه کسی هیچ وقت دشمنه و نه کسی همیشه دوست. سیاست تروک‌های کار خودش رو داره و سیاستمداران برجسته، سیاستمداران کارکشته می‌دونن که در بزنگاه‌ها چه تصمیمی بگیرن، چه رفتاری نشون بدن، چه واکنشی نشون بدن. و کسانی که با سیاست آشنایی ندارن البته بسیار افت و خیز میکنن، بسیار آزمون و خطا دارن، به خاطر اینی که کار رو باید به دست کاردان سپرد. اگر که من آشنا نباشم به کار نجاری، هرگز نمیتونم ار رو تیشه دستم بگیرم. خب کار سیاست همینطوره، کار قضا هم همینطوره. باید کارشناسانی باشن، وارد به امور باشن و بیان پیشنهاد بدن و بتونن پایگذاری بکنن بر اساس منافع ملی و کارهایی رو پیش ببرن. از وقتی که شما با یک ایدئولوژی خاص میایین جلو، اون ایدئولوژی نمیتونه همه آمال شما رو برآورده بکنه، به خصوص اگر ایدئولوژی با زمانه خودش سازگاری نداشته باشه. شما ببینید یه زمانی بر اساس
اندیشه های هگل، اندیشه های مارکس، کارل مارکس و لنین آمدن، به هر حال روسیه رو، تزارها رو واژگون کردن و روسیه جدیدی ساختن. چقدر طول کشید؟ ببینید، یه ایدئولوژی رو آوردن، مسلط کردن بر یک جامعه ای، 70 سال بیشتر دوام نیاورد. باز تمام زوری که زدن بیش از 70 سال دوام نیاورد، چون مردم نتونستن بپذیرن. در حالی که اون اندیشه ها با توجه به انقلاب صنعتی که شده بود و به هر حال کارگرها روز به روز در کارخانه ها بیشتر می شدن، کارخانه ها توسعه پیدا می کردن، شما و کارخانه ها روز افزون بود، خب اون یک ایده ای بود که از نظر فلسفی و از نظر سیاسی و از نظر اقتصادی گرایش هایی رو مردم نسبت بهش پیدا کردن، رفتن جلو. و باز هم اینجا خدمتون عرض بکنم که در همون زمان که روسیه وضعش داشت دگرگون می شد، بزرگترین کشور صنعتی دنیا انگلستان بود، ولی در انگلستان چنین اتفاقی نیفتاد، چون انگلستان بسیار پیشرفته بود از نظر صنعتی و تعداد کارگراش هم خیلی بیشتر بود، به خاطر اینکه روسیه که کشور کشاورزی بود در واقع، نه صنعتی، ولی اونجا این اتفاق افتاد. یه دم دنبال رو بودن بسیاری از روشنفکرها، بسیاری از تحصیل کرده ها در اون زمان و حتی در همین زمان هم دنبال رو این قضیه بودن، ولی بعدها متوجه شدن که پیاده کردن این قضیه بسیار مشکلی و در نتیجه منجر به فروپاشی روسیه شد. و الان هم بسیاری از کسانی که در اون زمان خیلی سینه چاک این قضیه بودن، متوجه شدن که چه اشتباه بزرگی در تاریخ اتفاق افتاد. حالا شما بیاین این ایدئولوژی ها رو در جاهای دیگه هم ببینید آیا واقعا موفق بودن؟ در کجا تونسته یک ایدئولوژی موفق باشه و بتونه پیش ببره برای همیشه؟ هرگز نتونسته. بنابراین تا زمانی که اندیشه های یک جامعه، مردم یک جامعه با زمانه خودشون مطابقت پیدا نکنن، تا زمانی که روشن اندیش نباشن و برای آینده نتونن یک برنامه درستی رو پیریزی بکنن، خب دچار گرفتاری میشن. الان ما دچار گرفتاری قوانین، قوانین ما بروز نیست. قوانین ما الان در واقع این احکام فقهی ما که داره اجرا میشه مربوط به قوانین قبیله‌ای هست، نه قوانین مدنی. ما قوانین مدنی میخواهیم، قوانینی که مرتب بازنگری بشه، مرتب به روز بشه. حتی شما ببینید در فرانسه قانون اساسی هر 5 سال بازنگری میشه، ولی ما 40 سال این قوانین ما، این احکام ما همچنان ادامه پیدا کرده و این همه نارضایتی و گرفتاری در جامعه پدید آورده. بله، خب نه تنها قوانین به روز نیست، چون مجموعه خود نظام هم به روز نیست، نظامی که برآمده از انقلاب و حتی در طول تاریخ اسلام هم نمونه‌ای نداشته. چون این نظام ایدئولوژی رو اشاره کردم خانم پورفاضل، بله ایدئولوژی یعنی همین، این اصل جزئی نیست، یعنی در حکومت ایدئولوژیکی که به وکیل دادگستری خانم پورفاضل و کسان دیگه گفته میشه حق پیشنهاد دادن هم ندارید. آنچه ما میگوییم هست، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. ایدئولوژی مشکلاتش این هست در دوران استالین و بقیه و ماوتوستانگ و آیت الله خمینی و خامنه‌ای و همه و همه. و اما همین ایدئولوژی که ما برای صدور انقلاب آمدیم و احیای اسلام، آقای نوری‌زاده جنگ 8 ساله رو داشت برای ایران، زیانهای میلیاردی، جانهای بسیار که سوختند و پرپر شدند، ویرانی دو کشور ایران و عراق، 8 سال جنگ بی‌معنا و مخارج بسیار، آخرینش قاسم سلیمانی و دار دستش در عراق، و میلیاردها هزینه کردن. ولی امروز روز ظاهرا به نظر میرسه دولت عراق تمایل چندانی به حضور جمهوری اسلامی در عراق نداره و نیروهاش هم برای مرزبانی فرستاده. تفسیر و نگاه شما رو میشنم. آقای چالنگی، خانم پورفاضل نکته بسیار مهمی رو اشاره کردن. یک نظام مبتنی بر ایدئولوژی که دیگه بالاتر از اتحاد جماهیر شوروی رو نمیتونیم فرض کنیم، 80 سال کوبید و کشت و
جنگ کرد و جنگ جهانی دوم برد، ساخت، مزایایی داشت، بدیایی داشت. من خودم رفتم دیدم، مردم یک نون و گوشتی داشتن و یک آپارتمانی و دوتا اتاقی و علارغم اینا با اون قدرت نظامی، با 50,000 موشک و بمب اتمی و نیروی اتمی، مثل برف آب شد. با اون کی جی بی و بقیه سازمان‌های اطلاعاتی امنیت 15 سال طول کشید تا روسیه رو پاش بیسته. یعنی اون دوران هرج و مرج یلسین و اینا، واقعا شما اگه میرفتید روسیه میدیدید اولا امنیتی وجود نداشت، بعد میکشتن صاحبای ماشین، میرفتن ماشینشون توی تعمیرگاه سرشون رو میبریدن، ماشین رو میبردن. یک وضع هرج و مرجی در این مناطق بود و در جمهوری‌های بیچاره‌ای که من وقتی رفتم تاجیکستان دم 80 سال روسا برای یه توالت نساختن. حالا اون قدرت عظیمه که برای ماها قدرت عظیمه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، قلب کارگر، نمیدونم قبله کارگر، اونجور فروری. حالا جمهوری ولایت فقیه شما نمیخوان فرو بریزه. جمهوری ولایت فقیه که 41 سال هیچ کاری نکرده، به قول شما جنگ 8 ساله، مداخله یمن بدبخت، نون نداره بخوره بدبخت، وقتی اینو براش موشک میفرستن که برو عربستان رو باش بزن. ببینید این رژیم هیچ نوع علقه و ارتباطی با واژه مقدس ایران نداره. بنابراین این رژیم یه زائده است، یه پرانتز بیهوده است که باید بسته بشه. منطقه من باز اینجا دارم میگم ما نخواهیم خارجی بیاد این رژیم رو سرنگون کنه. آقای ترامپ بیاد بمب بریزه، الان دارم میخونم اسرائیل خود رو برای یک نبرد آماده میکنه، هواپیمای سوخت‌رسان دارن میخرن، آقای خامنه‌ای دارن میآین، نطنز رو امروز میزنن، فردا خونه تو رو میزنن. ولی متاسفانه این رژیم حالیش نیست این رژیم، و فقط ملتن که باید سرنوشت این رژیم رو که جایی جز مزبله تاریخ نیست تعیین کنه. بله، و عراق هم در واقع وضعیتی که داره به فکر بله دولت مردانه کرد. بله. فکر... یا به فکر خودشونه. بله بله، بیرون روندن حضور جمهوری اسلامی بودن. ایدئولوژی رو اشاره کردن خانم پورفضل. آقای نوریزاده، دست کم مارکسیسم با همه معایبی که داشت، با همه اون چیزی که در کشورهای اروپای شرقی و شوروی انجام داد، برداشت‌های مختلف، حتی در خود همین چین، دست کم یک ایدئولوژی معاصر بود و روی به یک آینده‌ای داشت. اما آنچه که با جمهوری اسلامی بر سر کار اومد و تبدیل به ایدئولوژی سیاسی داشت، نگاهی به گذشته داشت بیش از هزار سال گذشته. نکته‌ای که امروز روز در زادگاه خود اسلام هم به هر حال با نگاه تازه‌ای به مسائل روز نگاه میکنن. سپاسگزار هستیم خانم پورفاضل گرامی در تهران، با سپاس بسیار. و سپاسگزار هستیم از شما آقای نوریزاده در لندن، و با امید به اینکه هر چه زودتر کسان دیگر، امضا کنندگان بیانیه‌های 14 نفره، علی خردگرا، همه عزیزانی که تصویر اونها رو پشت سر من میبینید، و همه زندانیان سیاسی در ایران آزاد بشن و همه جهان، با امید به روزی که پیشنهاد دادن در ایران جرم حساب نشه و در هیچ جای جهان. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردای بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنادرا، کلوندکو، زاگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.